سلام و وقتتان بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. امروز شنبه 23 مصور سال 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 13 مه سال 2007 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. دست داشتن داعش در سقوط ولسوالی زیباک بدخشان. واکنش فرمانده پلیس کندهار در برابر گزارش سازمان ملل. پدې کې د پاکستان ایسای مستقیم نه پوسلري او هغه شواهد چې بیا وړي چې په خپل ډول ساندره جمهور په مخ کې هغه شواهد کېږي. و ادعای مجلس نمایندگان در مورد انحصار قدرت در داخل ارگ. مشروع خبرها. ولسوالی زیباک بدخشان را طالبان نه بلکه گروه داعش سقوط داده بود. نظامیان به آریانا نیوز میگویند از نزد کشته های هراس افغانان در میدان های نبرد ولسوالی زیباک شناسنامه های داعش به دست آمده است که شماره زیاد آنها شهروندان خارجی اند. این نظامیان میگویند داعش تلاش داشت تا با تصرف ولسوالی زیباک مسیر اکمالاتی از چترال پاکستان با ولسوالی های بدخشان، تخار و تاجیکستان را باز کند. باعث حیات با تصویربردارش سمیع جهش این گزارش را از بدخشان فرستاده است. حدود 700 مهاجم داعشی از واردوج بالای زیباک حمله کرده بودند و زیباک 13 روز در اختیار خود داشتند. گفته میشه که تمامی کسایی که حمله کرده بودند کارتهای داعش با خود داشتند و یکی از ادخانشون بوده که مرز تاجیکستان ناامن‌تر بسازن و ایشا که چهارم میشه دیگه ولسوالی های بدخشان نیز از این طریق ناامن شوه و بتونن از این طریق تخارم نیز تهدید کنند. تلفات از اونها خود تمیده داره که ما دیدیم و همین مردم محل میگن نزد حدود 2.5 ساعت بالا تلفات داشتن. اضافه تر از 70 خارجی که مردار شد اونجا بود با ثبوت هست با کارتاشون از جایی باشون کشیدیم. اینا خارجی ها بودن مربوط کدام گروه بودن؟ کل داعش بود. اومن داعش بود. با گفته کماندوهای ارتش توانستن در 2 روز زیباک دوباره از زیر تصرف حراس افغانان بیرون بسازن و 33 خارجی در کنار بیش از 100 کشته دیگر هم بر حراس افغانان وارد کنن. یکی از هدف‌های کلیدی گفته میشه که حراس افغانان میخواستن راه چترال پاکستان با زیباک باز بسازن و از این مسیر یک راه مسئول اکمالاتی برای تجهیز و آوردن بیشتر نیروهایشان بسازن. اونا میخواست کمی مرز اعلا کنن تقریبا با مترکی 200 راست به چترال پاکستان. در واردوج حراس افغانان پایگاه های بزرگ نظامی و همچنان مرکز های آموزشی دارن. همین گونه با نیروهای امنیتی در یومگان و خوستک هم درگیر هستند. اما دولت اطمینان میده که به هر شکل شود در برابر از اینا استادگی میکنه و این مناطق هم از کنترل حراس افغانان بیرون خواهد ساخت. شما طبعا یک عملیات انجام دادین، چند روز چندین نفر شهید دادین، زخمی به جا ماند، اما شاید تصور کرده نتانین که چقدر اطمینان به دل مردم افغانستان شما ایجاد کردین. برازی که این شروع عملیات منصوری بود و در اینجا میخواستن که ضرب شست خود به اصطلاح نشان بتن. در برابر یک جنگ اعلان نشده خارجی هستیم و امید دارم که شما ارزش اینمی را بدانین و یقین دارم که میدانین با این انگیزه که هستین قوی تر و با مورال تر باشین. پس از چند روز نیروهای امنیتی توانستن دوباره زیباک و گونه کامل تصفیه کنن و فعلا کماندونی و تمام ساحات زیر تصرف نیروهای دولت قرار دارد. باعث حیات آریانا نیوز ولسوالی زیباک بدخشان. در مورد بدخشان بیشتر صحبت میکنیم. همکارم باعث حیات از بدخشان با ماست. با سلام و آخرین جزئیات را میشه که در مورد بدخشان با ما شریک بسازی و در بین این همه سرصداهایی که در بدخشان از چند گروه مخالف مصالح دولت در بدخشان عملا فعالیت دارند.
در مورد وضعیت کلی بدخشان بگویم، وردوج کاملا در دست حراس افغانان است و همچنان جنگ در یومگان و خستک جریان داره، هرچند که نیروهای امنیتی زیبا که دوباره تصرف کردن و اشکاشم هم زیر تصرف نیروهای دولت است، اما نگرانی کلیدی که جا وجود داره ای است که اگر نیروها از این دو ولسوالی دوباره بیرون شوند، شاید احتمال از این بره که دوباره از زیر تصرف گروه های تروریستی بیه و بر اولین بار در بدخشان امروز نیروهای امنیتی و همچنان مقام های محلی گفتند که داعش به فعالیتش آغاز کرده و زیباک هم داعش سقوط داده بود و از پیش داعشی ها و حراس افغانایی که کشته شده بودند کارتای داعش به دست آمده. البته گروه داعش همچنان طالبان و القاعده در بدخشان فعالیت داره و گفته میشه که داعشی ها هم زیر نام طالب در بدخشان می جنگند. سپاسگزارم. همکاران باعث حیات از بدخشان آخرین جزئیات را با ما شریک ساختند. سازمان ملل متحد میگوید در زندانهای ولایت کندهار که تحت رهبری فرمانده عبدالرزاق است، انواع شکنجه جریان دارد. ینس مودویک رئیس کمیته ضد شکنجه سازمان ملل از فرمانده پلیس کندهار میخواهد تا در این مورد پاسخ دهد. در همین حال عبدالرزاق فرمانده پلیس کندهار میگوید در عقب نشر این گزارش دست استخبارات پاکستان نهفته است. ادعای شکنجه زندانیان توسط فرمانده پلیس کندهار، دست داشتن استخبارات پاکستان در تهیه این گزارش و سکوت حکومت افغانستان. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل گزارش تازه‌اش را در مورد وضعیت زندانیان در چند کشور جهان نشر کرد. وجود فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان از خط درشت این گزارش است. در گوشه دیگر این گزارش وجود شکنجه در زندان‌های ولایت قندهار، آن هم تحت رهبری عبدالرازق فرمانده پلیس این ولایت یاد شده است. معلوماتی که ما داریم، اتهامات بیشتر جدی موجودند که تحت فرماندهی و طوری که یادآور شدم شکنجه به صورت مکرر تقریبا به شکل سیستماتیک صورت میگیرد. این معلومات است که ما داریم وان را با مقام ها مطرح کرده ایم. امیدواریم کمک کرده باشیم تا آنهایی که در قندهار مسئولند به شمول فرمانده پلیس این ولایت پاسخگو باشند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در جریان امسال از ثبت 68 مورد شکنجه در زندان‌های کشور آمار داده است. خفه کردن، لتوکوب، فشار بالای شکم، مواجه ساختن با فشار هاب و شوک برقی موارد است که این کمیسیون بر آن اشاره کرده است که بیشتر ادعای آن بر نهادهای کشفی و در برخی موارد عدلی است. پس از نشر این گزارش حکومت افغانستان پاسخی ندارد، اما فرمانده پلیس قندهار میگوید در عقب این گزارش دست استخبارات پاکستان نهفته است. پدې کې موږ پوهیږو چې د بشر حقوقو اداره چې دلته دی په نور ځای کې دی چې د دې پدې کې څوک شامل دي څونه نفوس لري. پدې کې د پاکستان ایسای مستقیمه نفوس لري او هغه شواهد که بیا وغواړي زه به خپله د افغانستان د رئیس جمهور په مخ کې هغه شواهد کېږدم د دې پر اداره باندې. وزارت داخلی کشور نیز میگوید تا حال دوبار هیئت‌های برای بررسی وضعیت زندان قندهار به این ولایت رفتند، اما آنها در نیافتند که در این زندان شکنجه صورت میگیرد. این در حالی است که طرح قانون شکنجه به منظور حمایت از حقوق زندانیان، بازداشتی‌ها و افراد متهم از سوی حکومت افغانستان تایید شده و در انتظار تصویب مجلس است. رئیس ستاد ارتش آمریکا برای درخواست افزایش سربازان به افغانستان راهی اروپا شد. جوزف دنفورد میگوید اروپایی‌ها در بخش مبارزه با حرس‌افغانی شرایطشان را برآورده نکردند. قیام نوری جزئیات می‌دهد. ماموریت نظامی اروپا در افغانستان تکمیل نشده است. برخی کشورهای اروپایی متمایل به اعزام نیرو نیستند. تصمیم آمریکا به اعزام نیروی بیشتر نهایی نشده است. تشدید تلاش‌های نظامیان آمریکایی برای افزایش سربازان. جوزف دانفورد رئیس ستاد ارتش آمریکا راهی اروپا شده است تا متحدان واشنگتن را در اروپا متقاعد سازد سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. ما در افغانستان دو ماموریت داریم. ماموریت اول ما مبارزه با حراس افغانی است و ماموریت دوم ما آموزش و تجهیز نیروهای افغان می باشد. ناتو شرایطش را در این ماموریت ها تکمیل نکرده است.
ظاهرا شمار از کشورهای نیرومند اروپایی به ویژه آلمان دلبسته حضور بیشتر نظامی در افغانستان نیستند و به صراحت همین مساله را بیان کردند. همزمان با این مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید دولت ترامپ برای حضور سربازان بیشتر آمریکایی به زودی تصمیم میگیرد. دونالد ترامپ هنوز درباره اعزام سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم نگرفته است، اما تا چند هفته آینده دولت ترامپ راهبرد اثرگذار درباره افغانستان، پاکستان و سراسر منطقه تصمیم می‌کند. هرچند برخی آگاهان باور دارند آمریکا برای خودداری از سقوط حکومت کابل خواهان افزایش حضور سربازان شده است. آمریکا احساس از این می‌کند که امکان از این وجود دارد که یکی از این گروه ها تقویه شد و حکومت سقوط بده. با سقوط دادن همین حکومت امریکا مجبور برای از افغانستان. یعنی امریکا باید متمرکز به این شبه که پاکستان فشار بده که تروریست صادر نکنه در اینجا. بنان اگر وا صادر کنن و ما دوامدار همین قسم کشته بریم و جنگ کده بریم بالاخره چند سال. به این اساس امریکا باید تمرکز خود بالای مسدود کردن مدارس و مراکز تروریستی در پاکستان بالای این دو چیز تمرکز بکنه، این بهتر است. پیشتر رئیس اداره امنیت ملی امریکا تاکید ورزیده اگر امریکا و متحدانش به زودی برای بهبود اوضاع امنیتی دست به کار نشوند دستاوردهای دیر به دست آمده نابود خواهد شد. تا دو هفته دیگر 3500 تن از افراد مسلح حزب اسلامی با نیروهای نظامی افغان می پیوندند. یک عضو ارشد حزب اسلامی می گوید این افراد از 5 ولایت با قوتهای امنیتی افغان خواهند پیوست. وزارت دفاع می گوید با جذب این افراد مشکلی ندارند، مشروط به اینکه فعالیت‌های سیاسیشان را باید کنار بگذارند. الهه عمری گزارش می دهد. جهت میله های تفنگ تغییر می کند. تفنگداران مربوط به حزب اسلامی حکمتیار که تا دیروز در برابر حکومت می جنگیدن اکنون شامل نیروهای نظامی می شوند. یک مقام حزب اسلامی می گوید 3500 عضو این حزب شامل ارتش می شوند. به گفته این منبع 80 تا 100 تن از این افراد افسران پیشین ارتش می باشند. با گفته وی ترفات آنها در سالهایی که از ارتش بیرون بودن نیز اجرا می شود. در یکی دو هفته آینده از 5 ولایت تعداد دقیق افراد مسلح حزب اسلامی و در اومیان افراد مسلح فعال و غیر فعال تثبیت می شود و در 4 مرحله بعدی چگونگی استفاده از اونها، استفاده بهینه به خاطر تامین امنیت. 3500 نفر که لیست شده، حدود 80 تا 100 نفر از اینا به کمیسیون نظامی کمیسیون مشترک اجرایی تسلیم داده شده. وزارت دفاع ملی شرط شامل شدن در ارتش را کنار گذاشتن فعالیت های سیاسی میگوید. حزب اسلامی حق دارن که در افغانستان، مگر یک شرط دارد. شرط عمده ای است که بعد از اینکه در اردوی افغانستان میایم قطعا نمیتونن که مربوط یک حزب یا مربوط یک تنظیم باشن یا در حزب و در تنظیم فعالیت سیاسی را انجام بدن. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند جذب این افراد در خطوط نبرد تاثیرگذار است. مهم است که یک ده از افراد جنگجوی مخالف وقتی سلاح خود کنار میگذاره، آنها میاین به دولت تعهد میسپارن و در صفوف نیروهای مسلح قرار میگیرن، خودش یک شگاف ایجاد میکنه نظر نظامی. پذیرش افراد حزب اسلامی در ارتش ملی بخشی از مواد توافقنامه صلح با این حزب میباشد، اما اینکه سرنوشت سایر افراد مسلح مربوط به حزب اسلامی و سلاح‌های دست داشته آنان چی میشود هنوز روشن نشده است. کار ساخت جاده بهارک اشکاشم امروز آغاز شد. وزیر فواید عامه می گوید این جاده بعد درازای 108 کیلومتر ساخته می شود. عبدالله رئیس اجرایی در این برنامه می گوید برای امنیت کامل بدخشان برنامه های جدی روی دست است. کار ساخت یکی از مهمترین جاده های ترانزیتی کشور آغاز شد. جاده بهارک اشکاشم بدخشان بعد درازای 108 کیلومتر ساخته خواهد شد. وزیر فواید آمد در برنامه گشایش این جاده می گوید که این جاده افغانستان را بعد تاجیکستان و چین وصل خواهد کرد. این پروژه برای تمام مردم افغانستان هست و یک پروژه
ترانزیتی است و هدف ما هم است که بتونیم از طریق پروژه به کشور تاجیکستان و از اون طریق به کشور چین وصل شویم. عبدالله رئیس اجرایی که برای گشایش این جاده به بدخشان سفر کرده میگوید امنیت بدخشان برای حکومت خیلی مهم است. 108 کیلومتر سرک در ولایت بدخشان چی میشه؟ کارش آغاز میشه. اونا میدانند که یک خدمت برای کل افغانستان است و ما هم مسئولیت ما در قبال همه مردم افغانستان است و تعهد ما به توسعه متوازن است. بر بنیاد گفته های وزیر فواید عامه، حکومت تصمیم دارد در کل 400 کیلومتر جاده و 600 متر پل به ارزش 98 میلیون دلار بسازد، کاری که بخش بزرگی از مشکلات مردم بدخشان و بازرگانان را در این مسیر حل خواهد کرد. دوباره خوش آمدید. انحصار قدرت و صلاحیت های نهادهای دولتی از سوی رئیس جمهور سبب چالش ها به ویژه در بخش عملی شدن پروژه های زیربنایی شده است. نمایندگان مردم در مجلس با ابراز این مطلب میگویند که تاکنون پروژه های سال 1396 آغاز نشده و اگر این روند ادامه یابد نهادهای بودجه نخواهند توانست تا 20% بودجهشان را به مصرف برسانند. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که قانون تدارکات نباید در انحصار قرار بگیرد و باید به نیازمندی های مردم حکومت بیشتر توجه کند. رفیع صدیقی گزارش می دهد. نمایندگان مردم در مجلس از عملی نشدن پروژه های زیربنایی سخت انتقاد می کنند و می گویند که عامل اصلی کندی کار در عملی شدن پروژه ها رئیس جمهور است که صلاحیت های تدارکات ملی را در اختیار دارد و بررسی پروژه ها ماه ها را در بر می گیرد. مشکل عمده و اساسی شخص رئیس جمهور دیکتاتور و شخص رئیس جمهور است که تمام کارها را در اختیار خود گرفته. برای چی؟ چون تدارکات ملی را برخلاف قانون و اصول در اختیار خود گرفته. کمیسیون مالی و بودجه کمیسیونی است در ارتباط با قانون تدارکات ملی. ما تلاش فراوان کردیم، ما مخالف از این بودیم که رئیس جمهور در رأس کمیسیون قرار بگیره. تا حال 2300 پروژه مانده، تمام چرخ کاری وزارتخانه های افغانستان قطعا اصلاح شده. جناب رئیس صاحب، من فکر میکنم که امسال شاید اما وزرایی که پارسال ما فکر میکردیم که بعد اینا یک فیصدی بلندی رو به مصرف برسانند، امسال شاید 10% هم نتونند به مصرف برسانند. کل پروسه تدارکات ملی که به امضای رئیس جمهور و به توشیه رئیس جمهور میره، یقین ما در سال جاری بر بودجه نهایتا 10% پول مصرف خواهد کرد و مردم و ملت نیکه به مرگ مواجه میشن. فقر اقتصادی مثل یک درخت 40 ساله است، یک دفعه سوخت باز فردا درخت نمیشه. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که تدارکات ملی به عنوان یک قانون معتبر تصویب شده و نباید در انحصار قرار بگیرد. قانون تدارکات به خصوص بودجه سال جاری به حیث یک قانون با توجه به وضعیتی که مردم افغانستان داشت، ما بودجه را برای مردم افغانستان تصویب کردیم با درکی که وضعیت افغانستان و وضعیت معیشتی مردم افغانستان در سطح ابعاد مختلف عالم مشکلات خود داره. این بودجه از آن مردم افغانستان، مردم رنجیده افغانستان هست، نباید این را ما انحصار بکنیم. نمایندگان مردم در مجلس تاکید می‌ورزند که در بودجه ملی سال روان چالش ها و نیازمندی های بسیاری از ولایت های کشور در نظر گرفته شده است و اگر پروژه های انکشافی سال روان به گونه درست عملی گردد، بسیاری از چالش های مردم حل خواهد شد. حکومت باید امنیت راههایی که لاین‌های برق وارداتی از آن می‌گذرد را با گونه جدی تامین کند. شماری از باشندگان کابل با انتقاد از مسئولان شرکت برق افغانستان می‌گویند پرچبی‌های برق در چند روز اخیر آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. آنان از شرکت برق افغانستان می‌خواهند که برای بیرون رفت از پرچبی‌ها راه حل دائمی جستجو کند. در همین حال مسئولان در شرکت برق میگویند کار برای دوباره ترمیم لاین قطع شده جریان دارد و تا کمتر از یک روز دیگر باشندگان کابل برق کامل خواهند داشت. در ادامه هم نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 10 پول، 1 یورو 74 افغانی،
یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 9 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی. اکنون چند رویداد ورزشی. چهارمین دور رقابت‌های المپیک کشورهای اسلامی در شهر باکوی آذربایجان گشایش یافت. در این دور از رقابت‌ها ورزشکاران 57 کشور جهان در قالب 18 رشته ورزشی برای در روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. ورزشکاران کشورمان امروز در سه رشته شنا، کاراته و جودو با رقیبان مسابقه دادند که در شنا محمد ابراهیم رجبیان در بخش‌های کرال سینه و پروانه در رتبه آخر جدول قرار گرفت و از دور بازی ها کنار رفت. همچنین امروز در وزن منفی 81 کیلوگرام وحید یوسفزای در دور اول برابر حریف از ترکیه قرار میگیرد و در کاراته عبدالباسط واحدی و در وزن منفی 60 کیلوگرام در دور دوم با قبول و شکست برابر حریف ایرانی از ادامه رقابت ها باز ماند. جوانان فوتسال کشورمان صبح امروز برای اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا راهی تایلند شدند. اعضای تیم ملی فوتسال جوانان زیر 20 سال کشورمان صبح امروز برای حضور در اولین دور رقابت‌های قهرمانی فوتسال جوانان زیر 20 سال آسیا کابل را به مقصد شهر بانکوک تایلند ترک کردند. میلوپوشان جوانان فوتسال کشورمان در گروه اول این رقابت‌ها با تیم‌های تایلند میزبان بازی‌ها، عراق، برونی و مالزی هم گروه است. پوشان فوتسال کشورمان در اولین مسافشان سه‌شنبه این هفته برابر برونی به میدان خواهد رفت. و اکنون وضعیت هوا. بیننده های گرامی، برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی آرینا نیوز داد اف مراجعه کنید. از شما هم خبرهای ساعت آرینا نیوز سپاسگزاریم. شب بر همه شما خوش. خداحافظ.